سلام به سلاتین سوتی، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه با سوتی های خوتیفم عزیز. سلاتین سوتی آقا، من استوری گذاشتم گفتم که سوتی های تابلو که جلو مام باباتون دادید و تا حالا دیدید رم به پوکه پوکیده، انقدر ویدیو میگیری تو همه ویدیوهای من از توی رمه در اومده، ولی همه چی از این شروع شده، همه چی از این. آره بعد شما کلا اومدی سوتیاتون رو اصلا تعریف کردی، فقط هم حالا مختص مام باباتون نیست و سوتیای خفن دیگه شو هم تعریف کردی که حالا قراره اینا اینجوری کارا شیک با هم دیگه برابر هپ برابر هپ برابر. اگه این ویدیو رو دوست داشتید و دوست دارید بازم اینجوری با هم دیگه رکورد بکنیم با حضور شما، حتما ویدیو رو لایک کنید. گفتم با هم رکورد کنیم. چه میگی رکورد کنیم؟ نه با هم رکورد کنیم. حالا بریم دیگه ببینیم چیکار کردید دیگه. چه گلای کاشتید؟ و اولی سوتی خودتی. آره چی میشه بگم؟ چون دوستم دادم و اونم این بود که دوستم تو دانشگاه داشت یه فیلمی رو به بچه‌ها نشون میداد. توی اون فیلم یه پسر از یه دختر حالا خواستگاری کرد و اینا. بعد دختر خیلی خوشحال بود و میزان هیجانش خیلی زیاد بود. بالای 100 درصد. خیلی داد و بیداد این سر. من یه جوری چون اینجوری حسی داشتم گفتم دختر شما حالا که چقدر شد حوله. آره هیجان داره انگار منتظر بود فقط این خواستگاری کنه این حرفا. خب چه جوری دوستم برگشت گفت این خودمم. اصلا باورم نمیشد، یعنی انقدر خجالت کشیدم هنوز گرم زرد خوندمش، یعنی رو در دیوار میچستم. وای وای وای، این پسر ازش خواستگاری کرده. یه فیلم بابا دوستش توی دانشگاه بودش نشون داده، یه پسر شاید دختر خواستگاری میگه، بعد این گفتی چند دختر حمل اینقدر جورا میاد، یا برای چه گفت خودمم. خیلی تابلو، خیلی تابلو، این خیلی بده، این بده، یعنی باید خیلی بد شروع کردیم ویدیو رو. این بده ولی جدن الان سا یه پسر میاد خواستگاری میکنه چرا زیادی زوغ میکنه؟ بس میکنم علکیه آخه، این طرح من ویدیو دیدم ده سال با هم میده با هم زندگی میکنه دیگه زوغ کردن داره. ببین نه من دیدم خب چی؟ مثلا طرف داره یواش اصلا طرف میخواد خواستگاری کنه، بعد لباس قشنگ پوشیدن. خب نه مثلا گفت شب شام بیا بریم رستوران شیک. خب نه تو خونه تو ایران چی خواستگاری میتونه بکنه؟ خب مثلا وسط تولدش خواستگاری کرد. راست شما از تو خواستگاری کنن اینجوری حمل واسه هم ذوق داره. اوکی مثلا وای مرسی ماچ ماچ بغل بغل تمام شد دیگه، تیغ میزنه خودشو جی بابا ترشیدن رفیقش ترشیده شد. برو بابا چرا تو نگو بریم بعدی. یه بار از پیش رفیقام مریشه بودم، بعد داخل جیب شلوارم یه سیگار گذاشته بودم قایم کردم شلوارم انداختم تو ماشین لباسشویی، یادم رفت سیگار رو پیش در میارم. لباسا رو قبل اینکه لباسا رو بشوره اومد جیب شلوار رو چک کرد. خوبه چک پدر مادر بود. حالا سیرا تعریف کنم واسه ایستگم. اول این یه شانسی که آورده میدین چیه؟ چه شانسی آورده؟ اینو مامانش چک کرده در آورده سیگار، اگه میرفت تو ماشین لباسشویی و کل لباسو به فنا میرفت دوبار کتک میخورد. الان یه بار حالا من سیرا تعریف کنم چون باورتون نشه. یه کافه کام موقع تو اصلا بودی نبودی؟ ماموس بودی آره؟ یه کافه میرفتم همش خب، بعد یه بچه ها دیدن این سیگار گرونه داشت خب، بعد رفت یعنی حواسش هم رو میز بود خب، بعد صاحب کافه بود آره سیگار رفیق جا مونده اینا، بعد من فکر که میبرم بعدا فردا بهش میدم. من بردم خونه، بعد دیدم چی؟ آش از زیر افتاد وسط خونه. من موقعی فکر مال توه من باور میکردم آش نخورد و درن سوخته اینه. آره ما هم برای من نمون خیلی باید فکر برای من هم جیپی شد ولی یادم نمیاد. نه این سیگار نبود. نه این سیگار قشنگ یادم نه نمیدونم اصلا آش نخورد دهن سوخت زیاد شد ولی یادم نمیاد دیگه. آش نخورد و دهن سوخت چه اصطلاح ایرانی قدیمی. علی این چی بود؟ سلام خودم سلام ببین مختصم و فکر میگم تموم شده بره. نه 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 خلاص بود بابا اومد دیدم بعد نگه نگاه به من کرد یه نگاه به اون گفت به دختره گفت ریدم تو سلیقت با این انتخاب چی شد؟ جوری من تخریب شدم که هنوز دارن تیکه همو تو هم کافه جمع کنم. میگه با تو سوختم کافه بودم بابا اومد تو اون کافه ما رو دید برگشت به دختره گفت ریدم تو اون سلیقه، یعنی بچه خودش رو تخریب کرده. منم مایکی بره دو سوختر میگیره کافه میش میام ریدم تو این سلیقه قربه. آخه مایکی خیلی خنده داری که مای مای خب این ناراحت شدی الان مثلا. نه بابا میخنده الان من دوستاش تعریف میکنم که بابای باحالی دارم شاید بابا سیاه کبودش کرد واقعا شاید بعد
آها لحنم مهم با اینکه مسخره بازی گفته اینکه واقعا ریدم نیست دیگه مثلا جیبه تو که ریدم دو این سال اقدر بده مثلا بگه ریدم دو این سال اقدر اوکی یه منی چی میگم بریم بعدی سلام خود سلام سلام بارم حالت خوب باشه استادش گرفته خوبی؟ داد نزن داد نزن بین من یه بار منی بچه ترکیه بودم خودم گوشی نداشتم یه دفعه گوشی بابام رو بردم با خودم تو دستشوی بعد این گوشی چرا؟ افتاد تو کام مریضا حالا تو بازم همه ان و آب و هر چیزی بود رفته بود تو سوراخه گوشی بابا شد نخیر زبتشون رو بسته بود و یعنی صدا خراب شد بعد بابا فهمید گفتیم چه کار شده انقدر صداش کمه صدا ها نمیاد هر چیز رو شده گفتم افتاده زمین خلاصه اینکه بابا من گول نمیخورد بابا فنی بود فنی بردش تعمیرگاه بعد فهمید که بلدن دیگه فهمید که این نیفتاده این رفته آب خورده و یعنی یه چیز رفته تو سوراخش یه چیزی بعدم آقا فهمید الان گوشش رو عوض کرده فهمید بیچارم این چیزی تعریف کنم بس یه دقیقه سوال دارم تو یعنی گوشه همجوری انی در آوردی؟ نه دیگه تمیز کرده ولی گفت تو سوراخ خوش ببین دزانفه زده و فونش که نکرده بابا آدم میترسه باکه نکن ان رفته تو سیکرش پسر انبو بود فکر کنم یادم نمیاد این که بگه خیلی وقت میشه الان مثلا گونده است بس خودش ما کوچولو بود بعد یه فامیل دیگه اومده بود خونه شو بعد گوشی پسرها رو برده بود که آرام برم گوشی تو بشورم کثیفه با هم گوشی هم دیدن خراب شده سوخته گفتن چرا این کاری کردی؟ ساره کثیف بوده بردم شستم عجب خریه مغزا رو دوست دارم ها آنکیو بالا های خاطرم سلام چطوره؟ من یک بار نه دو بار یک از فامیلامون تازه ازدواج کردم من و خیلی زود بچه دار شدم بعد من به مامانم گفتم که از مثلا فلانی اصلا بچه دار شد و اینه گفتش آره گفتم چقدر زود دست به کار شد و مامانم برگش گفت کجا گفت چی؟ من از تری یه جون جمعه کنم کنم خواهشم از اونجا هم رفتم کنم من تحصیل میکنم فکر کنم مامانش احساس کنم چه از زود دست کار شده واقعا بده فکر کنم اصلا یکی خیلی مثلا یه گرامه میگه یه لحش میگه یه مثلا حرف زدنش یه مدلی ایشه مثلا یه اصطلاحاتی استفاده آره استفاده میکنه که بین دوستاش اوکیه بعد یه میاد خونه نباید آره من این مشکل رو دارم و داشتم من مامان سینا رو میبینم یعنی پدرم نمیاد اینقدر که باید سر کنم مؤدبت بذارم مؤدبی تو؟ مؤدب نه ببین مثلا جلو مامانه همین حرفایی که جلو دوربینم میزنم نمیتونم بزنم بی ادب اونجوری نیستم مثلا حرفای راحت میدونی چی میگم؟ همه بچه ها تو کامیدیو سخته قبول کنید سخته تو سوتی ندادی؟ سلطان سوتی؟ ببین من سلطان سوتی نیستم واقعا حقیقتا سلطان سوتی تویی تو که همه سوتی رو تو همه بدونم من خود سوتی رو تعریف کردم گنده تای سوتی رو براتون تعریف کردم نمیدونم کی یادشه یا نه کامنت ها بدید یادتون یا نه چیه؟ علامت انگوش بسر؟ آره این واقعا نه شما بچه ها برم دیگه کدوماتون یادتونه که داستانه این چی بود؟ انگوش بسر بابا تای سوتی زنه این بود که خیلی یادم مونده بقیه شادم نمیده بقیه ریز بوده یکی دیگه بعدی ادامه بوده سلام خودم جون سوتی سلام که من یه خواهر 7 ساله دارم و تازه بهش خوش شد نمیشن تو چه دقیقا با حرف ما یکی بود اون سر سفره از من چیز میخواست من برفش گوش ندادم اینجوری کرده و بچه کچه دارم این دفعه وسط باشه جلوی خانواده خیلی خوش میگذره این کار و اینکه مادرم ازش پرسید که یکی یاد دادی اونم گفته این آدم فروش خیلی خیلی خوش خواهر برادر کوچیکتر مساویه با آدم فروشی واقعا آره. من نداشتم انقدر منو فروخته داداشم انقدر منو فروخته مفت به پوست خیار منو فروخته پوست خیار یه لج با هم کرده رفته منو فروخته همه پتم رو ریخته من بچه ببین یکی بود خب نمیدونم بگو آقا یه دونه فیلم امینم بازی کرده بود داستان زندگی خودش بود داستان زندگی خودش بود نه بود خب و من فیلم رو داشتم و اینه حالا توش بسش صحنه های مثبت 18 هم داشته صحنه
این داداش من فکر کنم 6 سال کوچیک‌تره. اون موقع مثلا من خودم مثلا 14 سالم بود. فکر کنم 8 سال میشه. بعد 14 سالته. موقع 14 سالم. بعد مثلا میاد نمیدونم یه همچین چیزی. بعد رفته بود از کشوی کامپیوتر من ورشته بوده اینو بعد برده بوده داده بوده بابا ببین خودتن چه فیلمای زشتی نگاه می‌کنی. هیچ بگی آخه پدرسته تو خودت چرا نگاه کردی که فهمیدی زشته یا خوشگل؟ تو هم می‌رفتی آها اون بچه بود آره. آره 8 سالش بود. بعد دیگه خلاصه اینجوری بود که خیلی زایه شدم. خیلی بد. بعد آخه بابا من مثلا جلو اون میخواد بگه او چه کار بدی به هی به من قور بزن آه علاکی چون مثلا آره. در فیلم های بدبنده یه رو کنی دهنه من صاف کرد بعدی تو داشت چیزی میگفتی آه یکی دیم چی اصلا حالی حاجی حافظه من خیلی خرابه حاجی کیه؟ اصلا نمیدونم فهم یادم این که یه بچه بود خارجی بود خب؟ نمیدونم از کجا اومده بود از کجا اومده بود نمیدونم چه بود بچه یکی از دوستامون بود خب؟ من بهش خیلی فحش یاد دادم بعد رفتن ایران یعنی اومدم مسافرت کلی بهش فحش یاد دادم مطمئن بودم که یاد گرفته یا نه من رفت کشور خودش دیگه خب اونجا که به یه فحش نمیفهمم اونجا یه مامانش فارسی بهش صحبت میکنه اوکی اگه منو میبینی الان حلالم کن حلالش باشه فحش بد بدا روز آخر نگی ها اول روزا رو بگو روز آخر یه بدا رو کرد آره بدا رو گفتم سلام سلام من هم اینجا پشمم یه سوتیه که جلوی مامانم دادم داشتم تو اینستا میترخیدم اینستا نه اینستاگرام اینستا و صدای گوشیمم تو آخر زیاد بود چی پیه کردی؟ تو آخر کلمه رو خب نسبتا خیلی زیاد بود کسا دیگه یه بقیل من دونه میشنیدم من مامانم رو بوم نشسته من هم این برای مامان نشسته بودم نرمو من این داشتم تو اکسپریلیت میچرخیدم این هم موقع زمانی بود که آهنگ سلام فرمانده ترند شده سلام یکی از ویدیوها رو باز کردم گفت سلام فرمانده بعد تطلو بعدش گفت سلام و خرف ببخشین هر وزد اما بی هدف نیست داره اونجا اینگر آبا یک بعد مامانم تعجب دست خودت در بوده دیگه بعد دیگه من هم دیدم اینجوری ولی من هم زیاد به فنا رفتم یا مثلا یه چیزی پلی کردم یا رو فوش میداده آره آره تو رو خودم خیلی بد این خیلی بد خیلی بد تو رو خودم بخودم اه بس بیری بعد جانه سلام خودی جونم خوبی من سوتی جلو مامانم ندادم ولی دوست مامانم اومده بود دوست مامان که حکم مامانو نداره یکی از دوستای خیلی قدیمیش اومدم بهش بگم خاله گفتم خاله اشتباهی سوتی دادم بچه‌ام متاسفانه فهمید پیش میاد این دیگه اشتباه لفظیه حالا من بچه بودم الان یه افتاد سوتی تو خیلی بچه بودم و یه شعرهایی بود بی تربیتی بود مثلا همه میخونده آره تو بچه بولن تو خون اصلا نمیفهمیدم چه مواقعی اصلا نمیفهمیدم چی ها این مواقعا او چی بی تربیت فهم کنم مثلا خیلی کم بی ادبیه ولی خیلی بی ادبی بود تربیت سلام خودم سلام. یه سلام. بار داشتم با مامانم یه فیلم میدیدم خب. اسم فیلم گاندو بود مامانم شبکه رو عوض کرد گفت چی نداره گاندو؟ گفتم مامان بزن کار ببین آقا دیگه بچه ها بیادب شدن دیگه بچه ها بیادب شدن من چی؟ سرمو تکوندنم درد گرفت من هیچی نمیگم سرم رو اینجوریش میره چون اینجوری کردم اینجوری دست رفت خب بچه‌ها نشین بی‌ادب می‌شدید دیگه سوتی‌های شما که داشت شما بی‌ادبی می‌رفتی گفتم بهتره همینجا ویدیو تمام بکنیم کار داشت بجای باری کشید خوب بود گفتم الان همه بی‌ادبیه خوب بود خوب چندم شما بی‌ادبی رو تعریف نکردن بی‌ادبی رو تعریف نکردن واسه ببخشید یه نشد فرصت نشد فرصت جون نشد فرصت امشب ویدیو کم بود 14 15 20 دقیقه بیشتر چند تا دونه تعداد چند فرصت نشد همه رو گوش بدم نشد خونم نشد فرصت که من گوش بدم بس تا ویدیوی دیگر خدا میدونم خدا میدونم بچه خدا فرصتی که بیشتر سوتی ندید